خب سلام رفقا به قسمت سی و, سی و, سی و سری آموزشیمون خیلی خیلی خوش اومدید فکر میکنم این قسمت دیگه قسمت بله آره این قسمت دیگه قسمت آخرمونه و کارمون دیگه با این دوره آموزشی تمومه امیدوارم که هرچی که بوده کیفیت لازم رو داشته باشه و مطالبی رو یاد گرفته باشید از این مطالب توی ادامه قسمت قبلی در واقع میخوایم در مورد ادامه قسمت قبلی صحبت کنیم یعنی در مورد Ajax Ajax دو قسمت شد به خاطر اینکه نسبتا حالا طولانی تر بود کارش و میخوایم توی این قسمت در مورد Ajax یا دو تا پروژه کوچیک به در مورد Ajax رو هم بیبریم یه فایل XML داریم مثل قبل حالا مثلا این فایلش در مورد سی دی ها سی دی های مختلف در مورد موسیقی ها اینا یه پرایسی داره یه کامپانی تولید کننده ای داره یه آرتیستی داره و یک تایتلی دو تا فایل ویدیو 33 داک و ویدیو 33 ای ایکس ام رو من گذاشتم اوکی ویدیو 33 داک مطلب جدیدی چندان واسه یه این بخش وجود نداره من تیکه فانکشن بالاش رو آن کامنت میکنم به نام شو یک سی دی یک استرینگ رو میگیره به ویدیو ایکس ال در واقع میفرسته این بخش بخش قدیمیه و در موردش کلی با هم دیگه گپ زده بودیم دیگه درست نیست من بیشتر در موردش صحبت کنم من اینا رو کامنت میکنم میام این بخش آن کامنت میکنم یک فرمی داریم به این شکل که قراره که سی رو برای ما نمایش بده بریم اول خود پروژه رو به نظر من ببینیم بهتره ویدیو سی داک من الان بیام اینجا هر کدوم رو که انتخاب کنم اصخایی میکنم این تیکه رو من فراموش کردم آن کامنت کنم بیام این بخش رو آن کامنت کنیم هر کدوم از اینا رو که انتخاب کنم اطلاعات مربوط به رو برام نمایش میده بیایم یه توضیح بدیم که دقیقا داره چه اتفاقی میفته نکته اولی که تو این آموزش رو شاید آموزش قبلی بهتون نگفتم ایرور ریپورتینگ یعنی دقت بکنید ما چون اغلب می از طریق در واقع کامند لاین کدمون رو رام میکردیم ارور رو بهمون نشون میده ولی از طریق آپاچی و ارزم به خدمتتون برازر تو لوکال هاست وقتی رام میکنیم به خاطر تنظیمات کانفیگ های پی پی ممکنه که ایرور های مربوط پروژه تون نیاد به خاطر همین با این دوتا دو خط error ریپورتینگ ای آل و آی این یک میتونید در واقع ها رو نمایش بدید دقت کنید که برای پروژه اصلیتون یعنی وقتی میخواد به رو رو سایت و اینا قاعدتا این خط رو نباید بزنید یه دونه کیو داریم که در واقع گیت میکنه یک پارامتری رو این بخش رو بلدیم یه دونه دام داکیومنت ساختیم قبلا در مورد XML شو اینا صحبت کردیم کار خاصی نمیکنه یه گت المنت میکنه یعنی بر اساس آرتیست میریزه تو XML داک بعد یه ایتریت میکنه یعنی با فور میچرخه داخل طول اون اصطلاحا بعد همونطور که میبینید با استفاده از دالر X، ایکس این علامت میتونید لینکسش رو بگیرید یعنی طول و یا تعداد پارامتر های ایکس مثلا XML ما میگیم 10 تا پارامتر داره 20 تا پارامتر داره 20 منهای یک از صفر شروع کنه بشموره به جلو بعد میگی که اول نگاه میکنی که المنت تایپ هاشون یکی باشن بعد نگاه میکنه که اگر اون چیزی که ما فرستادیم یعنی به قول ولیوش این باب دایل مثلا با اسم آرتیسته یکی بود در واقع اون پرنت نودش رو به ما برگردون و بریزه تو دارستان ایگره بعد این بخش هم که اومده چایل نود نودش رو رخته تو سی دی کرده و چاپ کرده یعنی نود به نود اومده اینا رو چاپ کرده تایتل، آرتیست میبینید اینا دونه دونه بین چایل نوداش میگن به کل سی دی میگن پرنت نود پرنت نود رو پرنت not این هم در مورد این بخش چیز جدیدی برای شما نداشت بخش بعدی بخش جالبیه و باحاله من یکم درگیرش بودم موقعی که میخواستم بنویسمش به خاطر همین ایرو رپورتینگ هم گذاشتم حتما دقت کنید زمانی که دارید با فایل کار میکنید پرمیشن ها و دسترسی به فایل در واقع داده شده باشه توی لینوکس حداقل من میدونم که شما خیلی راحت با نوشتن کلمه ی با در دستور LSL میتونید بفهمید چه پرمیشن هایی داره و فایل تکست من اون زمانی که من داشتم این کد رو برای این ویدیو آماده میکردم دسترسی نداشت به خاطر همین مرورگر چاپ نمیکرد در حالی که کامنت لاین چاپ میکرد به خاطر همین حتما این موضوع رو لحاظ کنید خب تو این پروژه چیکار کردیم رفقا اومدیم گفتیم آقا یه ووتی رو این دفعه من اینو کامنتش کنم شده سی دی رو فقط از فانکشن گت استفاده کنم این تیکر رو من کامنت میکنم این تیکر رو آن کامنت میکنم داستان چیه؟ میخوایم که یک سیستم رایگیری با ایجکس بنویسیم مثل مثلا رایگیری های تلگرام و اینا دقت کرده باشید وقتی رایو میزنید پر میکنه خودش همون لحظه و چاپ میشه براتون من بخش HTML زیاد کاری ندارم یه دونه فایل گیف میخواد چون من اینو کدش رو در از وبسایت سایت اس برداشتم یه فایل گیف میخواد حالا بجاش مثلا چیز خاصی قرار نمیده من اینجا نذاشتم ولی بذارید مثلا میشه از همین طرح استفاده کرد که زیبایی پروژتون هم لحاظ شده بشه خب اینا رو باید دونه دونه آن کامنت کنیم بالا بالاتر چیکار میکنه این پروژه اول از همه ووتس یعنی این چیزی که داره اینجا فرستاده میشه میبینید در واقع اون کوئری مربوط به ووتس که داره فرستاده میشه از طریق متد گت گرفته میشه، میریزیمش داخل این متغیر بعد این فایل نیمه اون رو میگیریم یه دونه فایل رو باز میکنیم با اف اوپن به نام مای فایل بعد بعد از باز شدنش یک خطش رو میخونیم من فایلش رو بیارم به این تیپه سمت چپ یعنی یه yes, سمت راست یعنی نو no. تعداد این بعد با استفاده از میریزمش روی این سرنگه. اوکی؟ با استفاده از این متد م... م... اکسپلود میتونم جدا جدا بکنم یعنی بگم بر اساس این تقسیم کن خب یعنی سمت چپش میشه ایندکس صفر این رو که برگردونده میشه سمت راست این علامت میشه ایندکس یک پس یس میشه اری اندیس نو میشه اری اندیس یک اگه تعداد رایامون تعداد رعی دلار ساین بود اون ببخشید از میکنم خود رعی چون ولیوی این چیزی که میبینید ولیو شیه سفر یک اگه سفر باشه یعنی یس دکمه یس رو زده خب به تعداد یس ها یه دونه اضافه کن به تعداد نوام یه دونه اضافه کن بعد دوباره با همون فرمت بنویسیم رو کانکت کردیم این استرینگ رو بنویس رایت کن رو فایل دوباره الان بریم ببینیم یست yes رو میزنم قطعا صد درصده یه بار دیگه رفرش میزنم نو no رو میزنم پنجا پنجا بعد یه بار دیگه اینو میزنم هفت شست هف سی و سه پس اتفاقی که افتاد چیه میاد حالا چیکار میکنه یست yes و نو no شما به دست بوریده میخواد که رسم بکنه و ایکو بکنه کاری که میکنه اینه یه عکسی داریم به نام پول داد گیف که حالا یه انیمیشنیه برای پر شدن که حالا من نذاشتمش اینجا که میبینید جاش خالیه بعد اومدم چیکار کردم گفتم خب ارتفاعش که 20 باشه اما طولشه که نماینده ای در واقع درصد آراست طولش در واقع میشه اکوی صد زب داره راونده یس تقسیم برای نوع بلاوه یس و دو یکی یعنی اولین انجام میده را، راوند دو میکنه میبنده سمیکالن تو خط بعدی هم در واقع اون درصد رو همون درصد رو در واقع اکوش میکنه با یک کلمه در واقع با یه دونه کرکتر درصد برا نو هم دقیقا همین کار فقط به جای یه ای سخصیم بره این نو تخصیم بره نو برای خاصی نداره یه محاسبه خیلی ساده است انجام شده و در نهایت داره پرینت گرفته میشه مثلا الان من یه بزنم شده پنجا پنجا اعتمالا من اینجا باز کودی رو کپی کردم نمیدونم بله من کود کپی کردم نو بزنم 6 40 نگاه کنید شده دو سه. و هی میتونه این رو در واقع تغییر کن. اینم از این قسمت من یک توضیحاتی رو فکر کنم خوبه که بدم در مورد کل کار بعد از اینجا خب قاعدتا PHP اینجا تموم نمیشه چیزی هم که ما درس دادیم چندان مطالب خاصی نبود همه اون چیزهایی بود که سینتکس هایی بود که نیاز دارید کانسپت ها و تکنولوژی های پیور PHP رو بهتون درس دادیم ولی قاعدتا اگه میخواید وارد بازار کار بشید یادگیری یکی از فریمورک ها مثل لاراول پیش یک و اینجا نرفانی اینا خیلی مهمه و حالا توی برنامهمون هست که اون بخش رو هم سبز بکنیم ولی فعلا با همین بخشها بخش ها به نظر من بهتره که شما یه دونه طرح پروژهی داشته باشید مثلا بگید من میخوام فیس سایت فیسبوک رو از ابتدا تردائی کنم حالا منظور با پیچیدگی های اصلی خود فیسبوک نیست ولی کانسپت کلی فیسبوک رو دارم میخوام اونو پیاده سازیش بکنم با همین پیور پی و دیتابیس و چیزهایی که ما یاد دادیم مطمئنا میتونید یعنی ابزار و علم مورد نیاز برای پیاده سازی این چنل رو الان شما دارید بعد اینکه حتما حتما به لینک گیت ما که قرارش دادیم سر بزنید و مطالب و کدای که اینجا هستایی نگاه بکنید بهشون شاید مجبور باشید تا یه مدت آه... که دستتون را بیفته به عنوان یه دونه آه... چیت چیت در واقع ازش استفاده بکنید یعنی مثل یه... کاغذ تقلب یا همچی چیزی کنار دستتون باشه برای اون کار بکنید آه... تا این موقعی که دیگه مسلط مسلط باشید به محتواها و تمرین و تکرار نسبت به اون فراموش نشه این مطالب مطالب فراریه یعنی اینطوری نیست که الان شما بگید خب دیگه من دوره پیش تموم کردم دیگه نیاز نیست برگردم نه به این شکل نیست مرسی از اینکه تا این قسمت با ما همراه بودید و اگر از این ویدیو خوشت اومد لایک بکنید و کامنت هم بذارید از من مرسی موفق باشید